درود و باز هم شامتان شاد. بخش دوم گفتگوی آخر خط را به گونه زنده از نور بیننده هستید. شناسنامه‌های الکترونیک و چالش‌های فراروی آن، آغاز این روند مهم ملی میهنی اما توأم با ابهامات و چالش‌ها، چه پیامدهایی برای افغانستان خواهد داشت؟ آنگونه که همه گواه پایان هفته گذشته، رئیس جمهور محمد اشرف غنی در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی برای نخستین بار شناسنامه‌های الکترونیک را کلید زد و نخستین شناسنامه را خود آقای غنی دریافت کرد. این اما در حال است که شناسنامه‌های الکترونیک طی چندین سال گذشته به دلایل گوناگون که برجسته‌ترین دلیل مسئله هویت ملی هست، از توضیح باز مانده است. حالا همچنان پس از اینکه آقای غنی توضیح شناسنامه‌های الکترونیک را آغاز کرد، این روند به واکنش‌های گوناگون و متفاوت در میان رهبران درون حکومت، بیرون حکومت، اعضای مجلس نمایندگان، اقشار سیاسی، مدنی و حتی مردم افغانستان مواجه شد. حداقل مردم را به دو دسته تقسیم کرده است. جمعی با گرما از این روند حمایت می کنند و آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیک توسط رئیس جمهور اشرف غنی را استقبال می کنند. جمع دیگر اما با تندی و حتی تندتر از گذشته با این روند مخالفت می کنند و حتی پیامدهای آن را ناگوارتر از آنچه مردم افغانستان تجربه کرده است قلم داد می کنند و اصطلاحات ناامید کننده به کار می برند که باید این روند پس از شکلگیری اجماع سیاسی آغاز می شد. اما واقعاً پیامدهای آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیک سودمند خواهد بود یا زیانبار برای افغانستان؟ آن هم در چنین شرایطی که با انواع گوناگون از چالش‌ها دولت و مردم افغانستان دست و پنجه نرم می کنند. من رشاد ضریر هستم و این موضوع را با کاوش می گیرم با حضور جناب آقای سید حبیب هاشمی، استاد دانشگاه و حقوقدان، و همچنان عبدالحفیظ منصور، نماینده مردم در مجلس، هم پیمانمان هستند که تا دقایق بعد به جمعمان می پیوندند. خیلی سپاس آقای هاشمی. نگاه شما چی است در میان بهبوهی از واکنش های مختلف و گوناگون به روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیک؟ آقای غنی گام درستی برداشت؟ سودمند و یا زیانبار؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و تمام بینندگان محترم تلویزیون نور. پیش از اینکه به جواب پردازم، اجازه بدین کمک یک مقدمه ارائه میکنم. افغانستان طی 40 سال گذشته درگیر جنگ‌های مستقیم و غیر مستقیم از طرف همسایه‌ها خود بودن و متاسفانه قربانی‌های اساسی از جنگ افغانستان. جنگ تنها در یک عرصه زیان را به کشور به بار نآوردند، در تمام عرصه‌ها، چه در عرصه معارف است، چه در عرصه فرهنگ است، چه در عرصه تعلیم تربیت است، چه در عرصه امنیت است، چه در عرصه اقتصاد است، چه در عرصه اجتماع است، زیان‌ها را به بار آوردند. یکی از زیان‌های اساسی که افغانستان از جنگ‌های 40 سال گذشته متحمل شده عبارت از تاوان یا زیان‌های اجتماعی بودم. متاسفانه ملت افغانستان از لحاظ اجتماعی تقسیم و پراگنده و تیت شدن. به این معنی که ما یک ملت واحد رفتیم تجزیه شدیم، رفتیم کوشش صورت گرفت به یک نحوه که ملت از هم بپاشه از لحاظ اجتماعی، به خاطر که فلسفه وجودی یک دولت، یک کشور سه عنصر اساسی است یا سه ارکان اساسی است. یکی از ارکان نفوذ است، یکی جغرافیش، یکیش حاکمیت است. هر سه یک جا میشه و یک دولت و یک کشور را به وجود میاره. نفوذ من حیث ملت در کشور سرنوشت تعیین کننده است. بمانه که اگر حاکمیت قانون هم هست به دست ملت است، اگر جغرافیا هم هست در تسلط سیمی ملت است. متاسفانه جنگ ها ما را از این ها بسیار متضرر ساخت و ما ام پروسه یا ام ملت سازی را بسیار ضربه زدن. امروز هم شروع یا پروسه الکترونیکی، تذکره الکترونیکی توزیع شدنش یکی از گام های مثبت طرف ملت شدن است.
ما فکر میکنم که ای کاش این پیش سالهای گذشته شروع میشد. امروز ما با یک جای میرسیدیم. هر قدر که موضوع پروسه ملت سازی رو بخواست، یکی از شاخصهای اساسی ملت سازی توزیع تذکره الکترونیکی است. بخاطر که شما میرین طرف وحدت، طرف یک جا شدن، طرف ملت سازی. هر قدر که پروسه تاخیر میشه، اجازه بدین هر قدر که پروسه به تاخیر مواجه میشه، به مو اندازه ما از لحاظ اجتماعی دیگه هم از هم جدا شده میریم. به این خاطر ضرورت داریم که ما باید بریم طرف یک ملت واحد. و این ملت واحد ضرورت داره به یک هویت ملی. هویت ملی زمانی میشه که شما برین طرف پروسه‌ای که با هم مشترک داریم، نه طرف مسائل افتراقی. مخالفان باورشون این است که اجماع ملی به میان نیامده. چرا پیش از آغازش مشکلات پیرامونش را حل نکرد حکومت؟ بعد خب ما فکر میکنیم که این موضوع اجماع ملی کسایی که مطرح میکنن مثلا تعریف نمیشه. مثلا ما اگر فرض کنیم که ما 3 میلیون انسان در افغانستان داریم و 25 میلیون ساکن است، شما نمیتونید که برین تا 25 میلیون انسان برین امضاش بگیرین که خود شما در اجماع شامل میشین یا نمیشین. اما اعضای مجلس یک. از اونها نمایندگی نمیکنن. خب اگر بیایم طرف پروسه قانونیش که قانون ثبت اول نفوذ در سال 1393 زمانی که به مجلس ارائه شد و اختلافاتی که در مجلس در وقت هم به وجود آمد سر ماده هفتمش که در وقت موضوع قومیت در تذکیره مطرح نبودن، مطرح شد که موضوع قومیت هم گنجانده شود در پهلوی کلمه افغان که هویت ملی همه است. خب قانون رفت طرف تعدیل، ماده هفتش تعدیل شد از طرف شورای وزیران، باز آمد به پارلمان، پارلمان ولیسی جرگرد که طرف مشان جای پیید که کمیته مختلط آمد ایر تصویب که رفت توشیه شد، نافذ شد. خب ما شکلیات از لحاظ ماهوی و شکلی که وقتی ما پروسه قانون نمیگیریم تکمیل شد و قانون الزامیت خود پیدا کرد. یعنی به ایمانا که زمانی که شما طرف شورای ملی میرین پس این قانون از بطن شورای ملی برآمد، تصویب شد، رفت طرف رئیس جمهور، رئیس جمهور توشیه کرد و نافذ شد. خب اختلافات ایده بسیار محدود کسایی در ولسی جرگه یا در شورای ملی یا بیرون یک تعداد سیاسیون در مخالفت به این قانون در رابطه با قانون ثبت اول نفوذ نیست، صرف در اینجا یک موضوعی است که در رابطه با موضوع هویت است. مثلا موضوع کلمه افغان است که آیا مال افغان هستیم یا نیستیم. خب انطباق میگیره این قانون از قانون اساسی افغانستان. قانون اساسی افغانستان موضوع را حل کرده. هر قدری که ما در قاعده بریم طرف اصلاحات نتیجه نمیده. اگر ما ابراز نظر میکنیم، مسئولانه ابراز نظر میکنیم و خودم مسئول میدانیم در مقابل ملت افغانستان، بهترین راه چیزی که شما از مراجع قانونی باید پیشید. مراجع قانونیش بر شما امو استپ ها یا نو پایه را بر شما شماره گذاری کرده. برین طرف لوی جرگه، لوی جرگه میاد، قانون اساسی تعدیل میشه، ماده 4 قانون اساسی زمانی که تعدیل میشه این موضوع میشه حل طرف این طرف این. خب اینالی که ما این مسائل قانونیش حل نمیکنیم، میریم طرف مسائلی که متاسفانه مسائل تفرقه افغانی است، متاسفانه ملت به یک تشویش و یک سرگردانی مواجه میسازیم. او ایسته که ما هنوز هم میگیم که خب آی موضوع ملت باید درد شد افغان هستیم یا نیستیم. اعضای مجلس نمایندگان زمانی که پس از چند سال اختلاف به این نتیجه رسیدند که حالا جمهوری اسلامی افغانستان بسنده میکنه، به استدلالشان این بود که واژه افغان با عنوان ملت درج نشه یا هویت درج نشه، او زمان از قانون اساسی اطلاعات نداشتن به زعم شما، یا چطور که بالاخره به قول کسانی مثل شما در اختلاف با ماده 4 قانون اساسی تصویب کردن؟ وقتا موضوع حل بود. وقت در ماده 7 قانون ثبت اول نفوس موضوع افغان گنجانده شد، موضوع قومیت نبود. ایده گفتن که خب ما ضرورت داریم که هر قوم معزز و برادر با هم برابر افغانستان باید در تذکره بدون که نام قومی ذکر شود. از این خاطر ماده 7 قانون ثبت اول نفوذ تعدیل شد، رفتن طرف موضوع قومیت. اگرچه یک کلمه افغان یعنی هویت ملی در او گنجانده شده بود، رفتن طرف این ماده را تعدیل کردن، موضوع قومیت هم مطرح کردن. خب امروز که موضوع وقتی موضوع قومیت هم مطرح شد، موضوع هویت هم مطرح شد، ما فکر نکنم که نه از لحاظ حقوقی، نه از لحاظ منطقی، نه از لحاظ اجتماعی ما ضرورت داریم که پروسه را به تاخیر بیاندازیم. حالا آغاز شده این روند، مخالفت ها تندتر از همیشه، کسانی که مخالف بودند به میدان آمدند و استادند در برابر این روند، هرچند عملا نتوانستن جلوش را بگیرند، شاید ادامه داره، اما مخالفت میکنند و چی پیامد میتونه داشته باشه؟ پیامد عجیب طبعا پیامد منفی است با تمام نظام و تمام ملت، پیامد درست. منفی است. ولی من فکر میکنم که ضرورت به نیست که ما بیان در مقابل یک موضوع استادگی بکنیم که یک موضوع ملی است و او هم به شکل استادگی بکنیم که یک سلسله مسائل پشت پرده یا یک سلسله مسائل شخصی در مطرح بشه. ما اگر این قلم دوست ندارم می بمانه است که قلم خراب است. خب مشکل دم است که من دوست ندارم. باور شما ای است که ای
گامی در راستای ملت سازی و بروز شدن برداشته شده. بله. اما انگیزه کسانی که مخالفت میکنه در چنین شرایطی چی است؟ حالا اونا باورشانی است که در چنین شرایطی که افغانستان در آستانه یک بحران احتمالی به سر میبره باید مدیریت شبه پیش از پیش، نیازی به این نبود که شناسنامه ها آغاز شد. ما تایید بکنم. ما گپای جناب دکتر سیب عبدالله شد میمترس کار فرش به صراحت موضوع گفت که من افغانستان و به افغانیت خود افتخار میکنم، ولی در رابطه به شروع پروسه مخالفت دارم، چون این شرایط بینی است. ما در رسانه جنگ هستیم، مسائل اقتصادی و اجتماعی مشکلات ما زیاد داریم، این وقت ازی بود. ولی من فکر میکنم که هر قدر که شما از لحاظ اجتماعی نرین طرف ملت سازی، شما رو دیگه هم دوچار سرگردانی و مشکلات میکنه، به خاطر که دشمن در کمین است. دشمن هر لحظه از دو جنبه شما رو بسیار منتظر میست، یک از لحاظ موضوع اجتماعی، از لحاظ موضوع مذهبی. شما میبینید که امروز افغانستان به یک نحوی میره طرف جنگ های مذهبی. مثلا میبینید که داعش یک پدیده است که به یک نحوی کوشش میکنه که پیروان یک مذهب محترم در افغانستان مورد هدف قرار بده. هدفش چی است؟ هدفش است که به یک نحوی ما بریم طرف اختلافات مذهبی. عین مورد استخبارات منطقه در کمین هستند، به اگنامه میخواند که از لحاظ اجتماعی امی چارچوکات ملت افغانستان ایره بر هم بزنن. مثلا برن شما رو در جان نه که دیگه بندازن که خب ما ایره قبول داریم، ما ایره نداریم، ما ایره باید میخواییم، ایره نمیخواییم. این مسائل است که متاسفانه ما را از طرف ملت سازی دور میکنن. ما میریم طرف تجزیه، ما میریم طرف قاعده. اتفاقا در شرایط گام برداشته میشه که ما روند دموکراتیک انتخابات را عملا آغاز کردیم، اما میبینیم که به دلایل گوناگون میزان مشارکت مردم خیلی اندک است. حالا نمیشد آقای غنی یا در کل حکومت وحدت ملی به جای اینکه، حالا میبینیم که بالاخره مخالفت های ایجاد شده، به جای برداشتن این قدم بیاید تلاش بکنه، تمرکز خب بکنه روی انتخابات؟ دو باز مطرح میشه. یک موضوع خود فلسفه وجودی قانون است که شما چه وقت موضوع قانون است وجود داره باید بله. یک موضوع که شما چه وقت روند آغاز میکنه. خب ما ایره نمیتونم بگم که به جای غنی یا ما سخنگویش باشیم یا سخنگوی حکومت باشیم بگم که علی امی وقتش بهترین وقتش بود شروع کرد، یا مثلا فردا باید شروع میکردیم یا باید دیروز شروع میکردیم. من فکر میکنم که هر روزی یا هر گامی که ما بریم طرف ملت شدن ضروری است که باید برداریم. ما باید منتظریم، ما باید منتظریم، یاد به خاطر که دشمن حتی اگر زمینه مساعد هم نباشه، به خاطر که دشمن بر شما زمینه رو نمیبانه شما رو که شما برین طرف زمینه سازی، بستر سازی رو بکنین که تمام افغانستان در یک حالت باشه که دیگه یک فرم نباشه، هیچ اختلافات سیاسی نباشه، هیچ اختلافات مذهبی نباشه، با شما برین طرف ملت سازی. شما ضرورت دارین که یک سلسله گامای ابتدایی بردارین. خب اینال مکلفیت اساسی دولت است که شما گام مورد داشتین، اینال چطور میتونید به بهترین وجه تطبیق بکنین بدون از اینکه اختلافات به وجود بیاد، بدون از اینکه اختلافات سیاسی به وجود بیاد، بدون از اینکه ما بریم طرف پاشیدن ملت. دولت باید این پروسه را طوری مدیریت کنه که هم از اختلافات جلوگیری بکنه، هم این پروسه را به بهترین وجه درست. حالا به نظر شما میکانیزم مدیریت این حالا آستانه بحران تا پیش از اینکه خدای نخواسته بحران بیاید چی است؟ خب من فکر میکنم که حاکمیت قانون به هر حالت گپی اول است. حکومت باید به تمام توان خود کوشش بکنه که پروسه تطبیق کنه، مکلفیت هاش مطابق ماده 5 قانون اساسی افغانستان دولت مکلف با مخالفین چی کنه. خب من فکر میکنم اتونم نیست که مخالفین ولی اکثر مثلا تفنگ برداشتن، من نمیبونم مرادمون مخالفین، من فهمیدم مخالفین سیاسی نمیگم، یعنی من میگم که به این شکل نیست که تفنگ برداشتن سرشانه موندن که مسجد نیو، نه، زمانی که طرف مخالفین سیاسی میم دلایل از خود دارن. زمانی که حکومت یک پروسه رو تطبیق میکنه، قانون رو تطبیق میکنه، اگر کسی مخالف هست، اپوزیسیون هست، میان کسی میشن شما کسی مذاکره میکنین، مفاهمه میکنین، موضوع رو از لحاظ قانونی حل میکنین. ولی باید متوجه باشین که ما نمیتونیم با هر موضوع هر ماده قانون بریم طرف طرف جورامد سیاسی. مثلا امی مصلحت ها متاسفانه ما را امروز به اینجا کشانیده. اگر مصلحت ها در گذشته هم در نظر نمی گرفته نمی شد، امروز ما از این حالت که امروز هستیم چند مرتبه بهتر قرار می داشتیم. ولی متاسفانه ما رفتیم همیشه قانون زیر پای کردیم، حاکمیت قانون زیر پای کردیم، قانون تطبیق نداریم، رفتیم طرف مصلحت سیاسی. مصلحت سیاسی به هیچ وجه در تمام ما را به نفع ملت قرار نمی دهد. باورشان این هست، باور کسانی که حالا مخالفت کردند یا استادند، که آقای غنی انگیزش یک انگیزه انتخاباتی هست و یک گام سیاسی برداشته به خاطر جذب آرا برای خودش و در کل مصرف داخلی خواهد داشت، ورنه آقای غنی در پی ملت سازی در چنین شرایطی نیست و ظرفیت هم نداره. این موجه هست این استدلال؟ خب ما به این قضیه از این نگاه نمی بینم.
به خاطر که طبعا یک تعداد دوستایی که موضوع را مطرح میکنن دلایل خاصی خود را به شکل شما گفتن اشار میکنن، ولی ما در مجموع به طرف پروسه خوشبین است. ما میگیم که پروسه بدون اینکه علی غنی رئیس جمهور باشه نباشه، به دور بعدی یاد میداره باید باشه، این حکومت کسایی که حال در قدرت هستن باید باشه نباشه، این پروسه این موضوع زودگذر است. ولی ما باید بریم طرف مسائل اساسی، ما باید بریم طرف از اینکه مشکلات از بنیاد حل بکنیم. ویسته که در قدم اول شما ضرورت دارن به یک سلسله مشکلات اساسی به رسیدگی بکنین. مثلا یکی از مسائلی که ما متأسفانه نرفتیم موضوع ملت است. برین طرف ملت شدن، تا زمانی که شما ملت واحد نشین مطمئن باشین که شما هیچ واسه زی بدبختی و خلاصی ندارین، مگر اینکه شما همیشه درگیر مسائل خرد و کوچک باشین، مسائل بزرگ در افغانستان منتظر میبرن. مثلا یکی از زمانی که ما تاکید میکنیم سر پروسه ملت سازی، زمانی که شما برین طرف پروسه ملت سازی، شما بسیار به خوبی میتونین سنجش کنین، هم نواقص خود را ببینین، هم علت عواملش را ببینین، هم راه حلش را پیدا کنین. در هر عرصه شما مدیریت کرده میتونین. خب اکنون نمیتونین مدیریت بکنین. من میگم این شهر کابل است. خب اجازه بدین من مثال بدم. شهر کابل است، شما در شهر کابل بازارها هزارها پلیس دارین، عمل مصروف هستند که تامین امنیت بکنه، ولی کجاست تامین امنیت؟ چرا نمیشه مدیر؟ بخاطر که ما هنوز نمیفهم که نمیشه کابل کی زندگی میکنه، از کجا میاد، به کدام شیوا میاد، دشمن چطور میتونه که از بین همه قدر نیروها بتونه داخل شهر بیاد، دشمن چطور میکنه که داخل نیروی امنیتی نفوذ بکنه، دشمن چطور میکنه در بین ملت نفوذ بکنه، دشمن چطور میکنه که سربازگیری بکنه. این همش ناشی از این میشه که ما یک برنامه درسته که در برنامه موثر و کارایی که به خاطر از این پروسه به خاطر نجات از کشور داشتیم نداریم. چرا نداریم؟ که ما هنوز درگیر مسائل بسیار کوچک جزئی هستیم. مسائل اساسی که ما باید به دست و پنجه نکنیم مسائل از پیش ما مانده. درست، همین حداقل امروز چند بحث ما داشتیم و کسانی که نمیپذیرند مشخصا باجه افغان را به عنوان هویت ملیشان میآیند، مثلا استدلال میکنند، میگویند چرا اگر میگن این روی کرد قومی است و اگر قومی نیست چرا یک قوم هم کسانی که از یک قوم هستند به زمین اونا گویی پشتون ها اینها پیهم خواهان هستن، استقبال میکنن، حمایت میکنن، ولی اقوام دیگه مخالفت میکنن. واقعا چنین هست؟ نه، من فکر نمیکنم. در رابطه با موضوع افغان ما بل. شما در این میز بحث زیاد داشتیم. من فکر میکنم که افغان مترادف کلمه پشتون نیست. استدلال و منطق یک تعداد افراد بسیار محدودی است که فکر میکنن که افغان یعنی پشتون. پشتون یک قوم منحصر به فرد خود است. اما تو تمام اقوام محترم افغانستان منحصر به فرد خود برشان ایچی هستن، اقوام محترم هستن. یک تعدادی که کوشش میکنن که خب حالا چرا یک ایده یک تعداد مردم میان از استقبال میکنن کسی نمیکنن، یا من فکر میکنم فراموش میکنن اکثریت ملت افغانستان این پروسه حمایت میکنن، بجز سیاسی ایده محدود انگشت شمار سیاسیونه که نمیخوان پروسه، به خاطر دلیلی از خود دارن. یک ده کسان در قبال قدرت هستن، یک ده کسان در قبال کسب امتیازات سیاسی هستن، و ای از خود باید اموریشا یا شاخص های خود داشته باشه. بهترین شاخصی است که شما برین طرف موضوع قومیت، بهترین موضوعی است که شما برین طرف موضوع مذهب، بهترین مسئله است که شما برین طرف مسائل خرد بزرگ دیگه که شما امی عناوین طی 18 سال یا حداقل تا 40 سال گذشته عنوان کردین، امتیازات گرفتین، در رده بالای قدرت چشتین و حاکمیت اعمال میکنین. مردم عام افغانستان، شهروندان عام افغانستان، من فکر میکنم دلیل رابطه مشکل نداره. حال ضرور نیست که یکی از نماینده های یک کسی بخیز در یک جای بگه که من این نام قبول ندارم، این نظر تمام ملت افغانستان باشه. یعنی واقعا نظر جمعی بود یا تعداد معدودی بود که مانع آغازی روند طی این همه مدت شد و حالا هم متاسفانه ایده محدود حکومت هم با چالش کشیدن، حکومت هم نتونست از ترسی از یک قانون تطبیق میکنن و نتیجه شیمی رو تنها دیگر سنید در تمام عرصه هاش. اما اینها باورشان، استدلالشان این هست که عده محدود کسانی هستند که مخالف توزیع شناسنامه ها بر مبنای قانون مصوبه و توشیه شده و چاپ شده در جریده رسمی پیشین بودند. اونا میگن عده محدود. ما برتون عرض کردم که زمانی که شما مصوبه 93 زمانی که شما مطرح میکنین، ببینین موضوع اختلافی در اینجا ماده 7 قانون ثبت اول نفوذ بود. در ماده 7 قانون ثبت اول نفوذ موضوع ملت حل بود، صرف موضوع اقوام نبود در چی که این موضوع رفت طرف ندید. در او قانون ظاهرا گونه ای بود که ایجاب کرده بود نیاز برای درج واژه افغان نیست و بالاخره در
تعدیل این ماده 6 است یا 7؟ نه، این گناه ما براتون عرض میکنم. ماده 7 قانون ثبت اول نفوذ به صراحت میگه تمام ساکنین که در کشور زندگی میکنن افغانستان و در تذکره الکترونیکی در روش کلمه افغان ذکر میشه. قانون مساوی 93 چنین چیزی میگه. بله بله، ما براتون میگم صرف وقت استدلال به شد یا مخالفت به قانون داره شد که خب اگر شما مثلا میگن که کلمه افغان ذکر میکنین باید هر قومی معزز افغانستان باید کلمهش در شوه. خب اون وقت یک استدلال دیگه بود که خب ما در قانون اساسی صرف 14 قوم داریم، در حالی که ما در افغانستان 51 قوم معزز در افغانستان سکونت دارن. قومایی هستن که در قانون اساسی در نیست، خروار چطور میکنین؟ بریم طرف 51 نوع اقوام یا بریم طرف یک کلمه واحد که بالای تمام میشه بلاک شوه؟ استدلال به وجود فشار به میومد که خب حد اقل می 14 قوم باید ذکر شوه. خب اینال 14 قوم که ذکر میشه متواقی چطور میبرن؟ مشکلات بود، ولی به هر صورت همین مصاحبه آمد تعدیل شد، رفت طرف پارلمان، پارلمان تصویب کرد، رژیم توشیح کرد. من فکر میکنم ضرورت به این است که ما بریم طرف بحث قانونش، بحث قانون خود تکمیل کرده، ضرورت به اینه که ما چطور میتونیم قانون تطبیق بکنیم. درست. حالا تنها واژه افغان هم بحث نیست، اتفاقا چیزی را که شما به خوبی اشاره کردید، ساعت پیش ما رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان که قوم سادات است رئیس جداشت، بله بله بله، و اونا استدلالشان این بود که درست است که در قانون اساسی 14 قوم گفته ولی سایرین، ولی حالا باید ما به رسمیت شناخته بشیم. ما میگم ما به قوم سادات منسوب هستم، متوجه هستید؟ ولی قوم سادات در در قانون اساسی درج نیست. خب ما چطور کنم؟ قانون اساسی رو با یک طرف اون که نام ما درج نیست، ما قانون اساسی رو قبول ندارم. نه، مگر اینکه راه حل قانونیش وجود داره. اینا استدلالشان این بود، این امتبار شما که حالا این که ما یکی از 14 اقوام را به عنوان قومم در شناسنامه انتخاب بکنم به معنای تحقیر به ما و قوم ما است. ببینید، من اینو براتون میگم، من مثلا میگم که خب اگر نام قوم در قانون اساسی در نیست، ما با چی بکنم؟ راه حل قانونیش پیدا کنم یا قانون اساسی رو باید در بتم یک طرف اونم؟ نه، ما بریم طرف راه حل قانونیش. راه حل قانونیش بهترین است که بریم طرف تعدیل قانون اساسی. قانون اساسی تعدیل کنیم، بیان بهترین راهش است. 51 قوم تمام شده ذکر کنیم، پس یا است که تمام اقوام پس کنیم، صرف یک موضوع هویتی میمونه. پس اگر این آغاز توزیع شناسنامه این همه جنجال برمی‌انگیزه، نمیشد که درنگ بکنن تا زمانی که فرصت برای تعدیل قانون اساسی فراهم شود و او زمان تصمیم نهایی. خب من فکر میکنم یکی از بحثای امی بود که بلد. شما بگذارین تا زمانی که موضوع تعدیل قانون اساسی مطرح میشه لوی جرگه میریم، بعد از این را شروع میکنیم. خب به هر صورت حالا من فکر میکنم که امی مراحل قانونی از این قانون تعیین شده و حکومت اگر در این شرایط میتونه که را بهترین مدیریت بکنه تطبیق کنه بهتر است، ولی اگر نمیتونه مدیریت بکنه باعث از اینکه فساد بسیار زیاد در جامعه میشه بهتر است به بالای طریق قرار بده. ولی من فکر میکنم ضرورت به این است که ما بالای هر ماده قانون بریم طرف مصلحت سیاسی، با خاطر که مصلحت سیاسی بهتر یا بالاتر از قانون شمرده نمیشه. قانون قاعده ایش است جبری، عملا با جبر قانون با جبر تطبیق کنین. هیچ کس از قانون استثنا نداره، هیچ کس موافق از قانون نیست. تذکیره یک حق است، هر کس از این حق باید مستفید شوه و هر حق در قبال خود یا تکلیف داره و این تکلیف در قبال خود یا واجب است یا مکلفیت است. زمانی که در رسی عمومی مطرح میشه مکلفیت به بار میره، در زمانی که شخصی مطرح میشه واجب است. ما من حیث یک افغان، زمانی که در مثلا ماده 34 قانون اساسی میگه که هر افغان حق داره فکر، بیان، گفتار، نوشته، تصویر به شکل آزادانه، یعنی آزادی بیان، اینه به هر افغان مثلا متعلق به حقوق اساسی روان است، یا مثلا هر افغان حق داره به هر نقطه از کشور سفر بکنه، هر افغان مکلف است که با دولت مالیه ببردازه، هر افغان که میخواد که خود کاندید ریاست جمهوری بکنه باید از پدر و مادر افغان تولد شده باشه، این مواصفات دیگر هم باید داشته باشه. ماده مورد مثلا ماده 34، ماده 38، 42، 48، 64، 62 ماده، ماده 62 مثلا ما تمام مواد قانون اساسی متنا بحث ما سر نیست که ما بریم طرف ماده 4 قانون اساسی. من فکر می کنم بسیار کسای دوستایی که امروز مطرح میکنن من حیث نماینده دولت، زمانی که حکومت مردم، زمانی که شما خود کاندید میکردین من حیث افغان خود کاندید کردین یا غیر افغان، بسیار جالب است بر شما قانون اساسی شرطتون برتون گذاشته، شما بودین طرف من حیث افغان خود کاندید کردین. زمانی که جناب علی شما خود من حیث رئیس جمهور کاندید میکنین برای ریاست جمهوری، بر شما مگر شما ماده 60 قانون اساسی رو قبول نداشتین در وقت که امروز مطرح میکنین که من افغان هستم، او وقت که شما کاندید شدین برای نگرفتین، پس ماندین در بسیار عقب که رده ششم هفتم دوم ماندین، او وقت باز موضوع افغانیت نبود. امروز مطرح میکنین که متاسفانه میرین پروسه ملت سازی رو جلوش میگیرین. بهتری بود که موقع شما بایکات میکردین، او وقت بهتری بود که میگفتن که خب ما خوب چون افغان هستم، ما نمیخوایم که بریم طرف ریاست جمهوری، ما نمیخوایم که بریم طرف پارلمان، ما نمیخوایم طرف مشران جرگه. امروز چرا میخواین که ملت از هم متفرق بسازن؟ آقای هاشمی، در یک نظام دموکراتیک صدای مثلا یک مخالف شنیده میشه؟ بله 100%. مکانیزمش ولی اینا زمانی که امی مخالف
زمانی که شما موضوع مخالف هم مطرح میکنید طبعا موضوع تا هدفتان از مخالف نظامی نیست، کسی که بله 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 مخالف سیاسی. آزادی بیان یکی از حقوق اساسی افغانستان است. بله. ولی قانون اساسی افغانستان صراحت داره که آزادی بیان تان تا یک حدود داره. تا کدام حد شما میتونید که از این حق استفاده کنین؟ مگر اینکه شما خطوط اساسی کشور، شما منافع ملی افغانستان، شما مسائلی که به حاکمیت ملی افغانستان صد موارد میکنه طرف از این نره. مثلا زمانی که شما مطرح میکنین که به طور مثال ما یک کسی هستم به این کشور زندگی میکنم، از تمام حقوق و امتیازات از این استفاده میکنم ولی ما افغانستان قبول ندارم، این نمیشه به من حیث آزادی بیان مطرح کرد. این موضوع آزادی بیان نیست. درست. کسانی حتی در مخالفت با این روند به صراحت حتی از تریبیون مجلس نمایندگان ایره مطرح کردند که ما خواهان تغییر نام افغانستان به خراسان هستیم. فکر میکنید موضوع خیانت ملی است؟ خب ببینید مطابق ماده خب. ببینید درست. مطابق ماده 238 قانون جزا چرا این برانگیخته شد که چنین اصطلاحی به کار برود؟ ضعف حاکمیت حکومت است. ضعف حکومت او زمانی که حکومت نمیتونه اعمال حاکمیت میکنه، همچنان سر از هر جای تریبیون صدا بالا میکنه و مسائل ملی را، نام کشور را، هویت کشور را میبرن زیر سوال میبرن. من فکر میکنم مطابق ماده 238 کد جزای افغانستان این جزء خیانت ملی شمرده میشه و لوی سرنولی افغانستان مکلف است که به همچو قضایا رسیدگی بکنه. ضرورت به این است که شما برین طرف مسئولیت پارلمانی، ضرورت به این است که شما برای یک تعداد اشخاصی که از مسئولیت سیاسی کار گرفتن آمدن در یک موقف قرار گرفتن امروز مسائل ملی را زیر سوال میارن، برای از باز هم از مسئولیت سیاسی کار بگیرن و برشان اجازه بدین. خاطر که هر قدر که شما به این مسائل اجازه میدین همون قدر مسائل حاد شده میره، همون قدر شما به ما مطمئن هستیم که اگر زمانی که شما از خود ما اجازه بدین، ما یک مثال میتم، ما یک خانه دارم، این قواله خانه ایم است، درست است؟ زمانی که من بگم که ما سید حبیب باشیم من نیستم، شما بسیار باسنیم که این قواله ما رو بگیرین چون ما خانه هستم دیگه، بسیار باسنیم میتونین کشور رو ببرین طرف تجزیه اش، بسیار آسان میتونین شما ببرین قوام طرف تجزیه. همین اصطلاح کسانی که مخالف هستند یا ایستادند در برابر این روند، کسی که یک چنین اصطلاحی هم به کار برده و جمعی که حالا هستن این گونه، اونا باورشان است که بنیان تجزیه گذاشته شده و اینقدر ناگوار پیش بینی میکنند. من فکر نمیکنم که بنیان تجزیه گذاشته، من میگم بنیاد ملت سازی گذاشته شده. شما برین طرف یک هویت واحد، شما برین طرف تفرقه، شما میرین که هویت کشور، نام کشور زیر سوال میبرین، شما میرین حداقل به سطح بین المللی موضوع را، این تریبیون شما تریبیون عادی نیست، هم به داخل کشور هم به سطح کشور شما امروز میبینن که شما من حیث یک نماینده که دمی جوازه راست شیشته و میگن که ما همین کشور بخی قبول ندارم، خب شما متعلق به کدام نام است؟ مجلس نمایندگان من فکر میکنم جز آزادی بیان نیست. ای از آزادی بیان عدول است و هیچ کس حق نداره که تا اندازه با آزادی بیان پیش بره که حقوق دیگران، منافع ملی کشور، تمامیت تجزیه کشور را زیر سوال بیاره. ای جز آزادی بیان شمرده نمیشه. درست است. یعنی واقعا بحث در یک کشور اگر یک تبع یا اتباع یا جمعی از اتباع یک کشور خواهان تغییری نام کشورشان میشن، ای آزادی بیان نیست. موضوع اتباع افغانستان مطرح نیست. اینجا موضوع باید تفکیک شود. زمانی که ما بحث می کنیم این چنین مسئله را یک فرد مطرح میکنه، ایده انگشت شماری میخوان که به موضوع دامن بزنن. اتباع افغانستان، شهروندان افغانستان با هم متحد برابر بحث امور بحثی میشه که در یک نظام دموکراتیک صدای چه کسی شنیده میشه. ببینین اینا زمانی که یک دیده انگوش شماری مسائل را مطرح میکنه که مخالف منافع ملی افغانستان است، مخالف قوانین افغانستان، مخالف تمام طرز افغانستان است، این موضوع موضوع آزادی بیان نیست. ما تا اندازه آزادی بیان ندارم که امروز هر چیز دلم بخواد باید بکنم. نه، ما که امروز من با شما ششتم، ما از خود یک حدود دارم، ما باید در چوکات این حدود با شما صحبت بکنم. مثلا شما میزبان هستین، گردانده دی میز هستین، شما از خود حقوق دارین، از خود آزادی دارین، ما از خود من نمیتونم که آزادی شما رو زیر سوال ببرم، بگم که آقای زریر دیگه شما رو من قبول ندارم، یعنی می چوکیتون هم سر بر ما بتین، اگر امید دادین شما بهترین هستید، در غیر از اون مصاحب شما رو قبول دارم، من این تلویزیون قبول ندارم. این آزادی بیان نیست، این عدول آزادی بیان است. پس این کسانی که حتی از همین تریبیون مجلس نمایندگان این سوی قضیه بود، از اون سوی قضیه براتون مثال میارم، کسانی هستند میگویند که بالاخره کسانی که مخالف واژه افغان هستند از این سرزمین برای خب ما فکر نکنیم که رای حل این منطق درست باشه. متوجه هستین؟ مثلا این افراد هم از آزادی بیان عدول کرده. بله ببینید، زمانی که شما میبینید که کسی از آزادی بیان از آزادی خود عدول میکنه، ضرورت نیست که پاسخ شما هم از عدول آزادی باشه. به عنوان یک حقوقدان، به عنوان یک حقوقدان حاکمیت قانون، درست، به عنوان یک حقوقدان باورتان است که از هر دو سو کسی که مثلا میاد نام افغانستان را مطرح میکنه بله. و کسی که میآید
اخراجی بخشی از مردم از سرزمین مطرمی اردوی از این بعد در قوانین جزا جای بگیره. بله مطابق قوانین قانون جزای افغانستان هیچ کسی حق نداره که یک کس را توهین تحقیر بکنه، هیچ کس حق نداره که به قوم افغانستان توهین بکنه، هیچ کس حق نداره که به تمام طرز افغانستان صدمه وارد بکنه، هیچ کس حق نداره که از تریبون افغانستان به نفع کشورهای دیگر کار بکنه. این جزء منافع ملی افغانستان است. اقوام با هم برابر برادر در این سرزمین زندگی میکنن، من حیث ملت واحد باید طرف پیش نبرین طرف تضییع. کسانی از موافقان این روند مثل شما ولی تندرو باورشانی است که کسانی که مخالفت میکنند، البته امیدوار استم تحریف نشده باشه، آقای گلبدین حکمتیار رئیس یکی از احزاب جهادی و مطرح افغانستان به صراحت گفت کسانی که مخالف واژه افغانند زبان خودشان نیست، زبان بیرونیان هست، از زبان دیگران صحبت میکنند. حالا منافع چه تعداد کشورها در این نهفته است که افغان هویت ملی افغانستان نباشه؟ متاسفانه ما تای 40 سال گذشته در مقدمه این موضوع رو قصدن مطرح کردم. ما تای 40 سال گذشته در گیر جنگ های استخباراتی منطقه بودیم. هر آن کشور همسایه، تمام کشور، اکثر کشورهای همسایه در صدد این هستند که ما طرف وحدت نریم، ما طرف ملت شدن نریم، ما طرف اگر افغانستان باثبات و قدرتمند نشیم، به خاطر که زمانی که شما مقتدر میشین، یک حاکمیت قوی پیدا میکنین، حکومت مقتدر پیدا میکنین، واقعا منافع... با واژه افغان میشه به اقتدار دست یافت. ببینید ما برتون راست میگم، موضوع را از اول باید بگیرید. زمانی که شما طرف میرین طرف یک ملت شدن، زمانی که شما چه وقت ملت میشین، زمانی که شما برین پروسه ملت سازی را تکمیل بکنین، چه وقت شما صاحب یک حکومت قدرتمند میشین که یک ملت واحد داشته باشین که حکومت قوی را تعیین بکنه از طریق آرای خود. حکومت قوی ارائه خدمات بهتر است. حکومت قوی کسی است که از منافع ملی افغانستان دفاع میکنه. حکومت قوی کسی است که به مردم بهترین خدمات ارائه میکنه. اینا زمانی که شما در اجزا میایین، زمانی که در اجزا میایین، یعنی پروسه ملت سازی زیر سوال میزنین، با یک نحو میبرین شما حکومت مقتدر زیر سوال میارین، یعنی ارتباط داره به شکل زنجیر یا که به ارتباط داره. حکومت مقتدر که ضعیف شد به هیچ وجه نه از منابع خود استفاده کرده میتونه، نه از حقوق خود دفاع کرده میتونه، نه از منابع سرشار که میره طرف همسایه کشورهای همسایه موجود دفاع کرده میتونه. همیشه باید زیر دست کشورهای همسایه قرار بگیریم، همیشه باید منافع از وا در اینجا تامین شوه، حتی تا اندازه که کشور همسایه میگن که صوبه پنجم ما افغانستان است. یعنی زمان مطرح میشه که ما بریم طرف تزیه، اگر ما بریم طرف ملت باشیم، اگر هیچ وجه کشور همسایه جرأت کرده نمیتونه که برن ما رو بگه که افغانستان من هست یک صوبه پنجم بود. اگر جمع بندی کنید، در یک نظام دموکراتیک اشاره کردید صدای یک مخالف سیاسی هم شنیده میشه. حالا فرض بگیریم که آنگونه که خود مخالفان مطرح میکنند زیادند. مثلا ما دیدیم که حداقل 83 رأی مخالف که سبب شد فرمان آقای غنی رد شود و در ولسی جرگه، در ولسی جرگه نشسته بودند. ما گواه بودیم که بیرون از ولسی جرگه هم اقشار گوناگونی از مردم بالاخره مخالفند و در یک نظام دموکراتیک اشاره کرد نمیشه اینا را نادیده گرفت. بعد با چه میکانیزمی دولت افغانستان این روند را مدیریت بکنه تا به کام یک بحران خدای نخواسته افغانستان فرو نره و یک بحران افغانستان را نبله؟ و میکانیزم راهکارش چه هست که طرفین قناعت بکنند و بریم به طرف آبادی؟ دو بحث مطرح است. یک موضوع قناعت طرفین است، یک موضوع مخالفت است. زمانی که شما حق مخالفت یا آزادی رو برای هر کس میتین، ما گفتیم که این آزادی از خود حدود داره. تا زمان شما حق دارین که حدود رو نقص نکنین. یک موضوع است که به قناعت طرفین. قناعت طرفین زمان فرام میشه که شما برین طرفشون بشینین، مذاکره کنین و استدلال برشون بپرزانین و راه های حل قانونی شو هم برش پیش بینی کنین. ما در اول گفتم که اگر هر کسی با پروسه الکترونیک تذکر الکترونیکی مخالفت داره، مثلا میگه که خب من قبول ندارم، این نمیشه که من قبول ندارم بنا این پروسه رو لغو شه. نه، به شکل نیست، مگر ای که حکومت یا مثلا پارلمان یا مثلا مجرای قانونیش که است، شما از اون مجرا پیش برین، استپ به استپ پیش برین، بیارین طرف تعدیل قانون برین، باز مثلا چیزی را که شما میخواین او رو به اکثر اتحادها تصویب کنین، او توشیح شوه و تطبیق شوه بهترین. حالا ما خود نمیگیم که حتما قانون ایکس وای تطبیق شوه، ما میگیم قانونی که بالاخره ما باید بریم طرف حاکمیت قانون باید احترام بکنیم، بالاخره باید قانون رو بپذیریم. تا چی وقت ما از قانون پذیری گریز کنیم؟ تا چی وقت ما بریم که قانون رو میگیم نمی قبول ندارم؟ تا چی وقت بگیم که من احمد یا محمود قبول ندارم؟ این راه حل نیست. بهترین راه حلش احترام به قانون، حاکمیت قانون به واسطه هر کس. این یک قرارداد است بین ملت و حکومت. یک قرارداد صورت میگیره، یک سلسله امتیازات
صلاحیت ها برای حکومت داده میشه، در قبال از این سلسله حقوق باید حکومت مراعات بکنه. این به اساس یک قرارداد است. درست. خب اینا رو ما برتون اجازه بدین. زمانی که حکومت میایه اعمال حاکمیت میکنه بالای ملت، در قبال چی؟ در قبال اینکه به شما بهترین خدمات ارائه بکنن، در این طرف تجزیه و در این طرف مسائلی که منافع ملی افغانستان و ملت هم مکلفیت داره که از ازمی حدود، از ازمی جغرافیا، ازمی قوانینی که حکومت وضع میکنه این را باید تطبیق بکنه، این را بالای خود باید تطبیق بکنه و احترام باید بکنه. به خاطر اگر شما در طرف ای دو پدیده را تطبیق نمیکنین، شما میرین طرف یک قانون جنگل دیگه، هر کس به دلش خواست چیز خواستم را میکنن. و چند جمله آخری، مثلا اگر قرار باشد دوباره این پرونده به مجلس راجع شود که شما چنین پیشنهاد میکنید، مجلس با همین وضعی که داره واقعا میتونه از آهش دوباره فکر نکنم. ما فکر کنم سو اگر از موضوع تعدیل قانون میاد، این قانون مجرای قانونی شده که مثلا رئیس جمهور باید فرمان صادر بکنه، فرمان تقنینی. فرمان تقنینی چه وقت صادر میشه؟ زمانی که پارلمان در تعطیل باشه. شما فرمان تقنینی صادر بکنین برای طرف پارلمان، پارلمان به دور تصویب بکنه به می شکلی که همین فرمان قبلی هم تصویب شد، هر دو مجلس تصویب کنه، پس رئیس جمهور باید توشیح بکنه، باز بین طرف تعدیلش. مگر اینکه شما این پس پروسه را، برای ما جالب است، قانونگذار مقنن می موضوع نقض قانون مطرح میکنه. اگر من من حیث یک شهروندی عادی موضوع نقض قانون مطرح میکنم نمیپذیرم، برای ما عیب نیست، ولی قانونگذار مقنن که از فیلتر خود شما قانون تصویب شده آمده و امروز مخالفت میکنه، برای ما بسیار جالب است دیگه. ملت کدوم طرف باید بره؟ خیلی سپاس از شما سید حبیب هاشمی، آقای حقوقی، استاد دانشگاه، از حضورتان در این بحث، و ممنون شما که محورزانه این بحث را بیننده بودید. جناب آقای حفیظ منصور نماینده مردم در مجلس هم پیمانمان بودند که به هر دلیل تشریف نیاوردند. تا درود و دیدار دیگر، شب و روز به کام و مرادتان.